در همه شهر پخش شده. همه میدانند که یوسف در برابر زلیخا مقاومت کرده و دست به خیانت نزده است. گفت که به خاطر عدم اطاعت از فرمان ارباب زندانی شده، اما نگفت چه فرمانی. پس علت زندانی شدن او این است. آفرین بر این جوان پاک دامن. نمیدانم چرا هر روز که میگذرد علاقه‌ام به او بیشتر میشه. با خبرهایی که از شهر شنیدم، او مورد توجه بسیاری از زیبارویان است، اما در برابر هیچ یک سر فرود نیامد. خدایان ترا حفظ کنن یوسف. سپاسگزارم. خدایانی که خود نیاز به حفاظت دارن توانند کسی را حفظ کنند. خائنان معبد به نام آمون هر ستمی که بخواهم می کنن و کسی جلودار آنان نیست. آمون از اعمال اینان بی خبر است. کیست که نداند کاهنان برای لذات خود زنان و دختران مردم را به زور به معبد می برند؟ آمون که احتیاج به همسر ندارد. بگذاریم، شما چرا زندانی شدی؟ برای نجات دخترم وارد خانه همسران آمون شدم. چند تن از کاهنان را مضروب کردم. آنها مرا دستگیر کردند و به اینجا آوردند. سال هاست که زندانم. از همسر و فرزندانم خبری ندارم. نگران نباش، دوستم میمی سابو را به سراغشان خواهم فرستاد تا در حد توان یاریشان کند. تلخ و شیرین زندگی و سختی های آن را چون سوهان بدان. با آن وجود خیش را سیغل داده شفاف و تابنده کن. مبادا سختی ها روح تو را سیاه و کدر کند. مبادا سختی ها دنیا را در نظرتان به دخمه تنگ و تاریک مبدل کند. چه بسا کسانی که در زندان نیستن اما اضطراب درون و پریشانی خاطر دنیا را در نظرشان بدتر از زندان کرده است. آرزوی خلاصی از زندان شیرین است، بعدم خلاصی تلخ. آرزوهای دنیای بیرون نیز این چنینند. آرزوها را هرچه دنبال کنید از شما می گریزند چون سایه، و اگر از آن روی بگردانید به دنبالتان خواهند آمد. با سری که از موم ساخته شده در آفتاب راه نروید، چرا که ذوب شده آن را از دست می دهید. با جسم خاکی و فانی به دنبال آرزوهای دور و دراز نروید. عمر به پایان می رسد، جسم فانی می شود، اما شما به آرزوهای خود نمی رسید. بهار را پاییز زرد در پی است. فر تخت نشینی را عاقبت تخت نشینی به دنبال است. پس بهتر نیست این زندان تنگ و تاریک را پر از نور و روشنایی ببینید؟ به چه دل خوشی؟ با کدام امید باید این همه شاد و سرخوش باشیم؟ یار خوب انتخاب کنید. آن را که یار در کنار باشد از دریای غم کنار خواهد رفت. تو دیوانه ای؟ اینجا زندان است و ما در اون قبری، فقط دفن نشده ای. جمعیتی مرده را
تو مژده یار و خبر خوش بوس و کنار میدهی؟ گوش کنید عزیزان، یار هر کس چیزیست که میپرستد، آن را که یار مرده میپرستد جز مویه و قبر و تدفین نصیبی نخواهد داشت، و آن را که یار زنده میپرستد کنج زندان و باغ و بیابان برایش تفاوت نمی کند. یوسف، میتوانم بپرسم این همه شادی و سرخوشی تو از کدام یار پدید آمده؟ از آن یار زنده و حاضر که همیشه در کنار من است و در همه حال مراقب و مددکار من. یوسف یاران مرده ای از سنگ و چوب را نمی پرستند. خب چه شد؟ او را یافتی؟ گویا قطره‌ای بوده بر زمین فرو رفته. همه جا را گشتم هیچ اثری از او به دست نیاوردم. اگر کیمونی را دستگیر کرده باشن کارمون صاف است. آبوپیس و اینا روز کم بودن، کیمونی کاهنم اضافه شد. اگر یک تن از آنان سخن بگوید، آمناتب یا همه ما را نابود خواهد کرد یا دامنه اختیارات معبد را محدود خواهد کرد. به این سهولت هم نیست. آنها می دانند که اهانت به جناب آنخمهو و کاهنان معبد پیامدهای خطرناکی دارد. پرستندگان آمون سکوت نخواهند کرد. من فکر میکنم آپوپیس و کیمونی یا دستگیر نشدن یا اگر شده اند تا کنون سخنی نگفتن. اگر سخنی میگفتن قطعا آمنهوتپ و پوتیفار اقدامی میکردن. ما نباید ناامید شویم. به جستجویتان ادامه دهید. اگر یافتید خبر کنید که ببینیم چه باید کرد. شما هم سربازان آمون را آماده نگه دارید که اگر مورد حمله قرار گرفتیم امکان دفاع داشته باشیم.
شده مرد؟ چرا حیوان میگریزد؟ نمیدانم، هرچی کردم نتوانستم به او برسم. از کاروان گریخت و یک راست آمد به این سو. خسته هم کرد. اهل کنانی؟ آری. تو از کجا میدانی؟ از لباسهایت، شبیه به کنانیان است. با آنان زندگی کردم. آهای! تو اینجا چه میکنی؟ مگر نمیدانی اینجا منطقه ممنوع است؟ تقصیر از من نیست. شطرم به این سو گریخ. من نیز ناگزیر به دنبال او آمدم. هرچی زودتر اینجا را ترک کن. او از اهالی زادگاه من است. اگر اجازه دهید، قدری با او صحبت کنم. مانعی ندارد. فقط بگو زودتر برم. گفتی اهل کنانی؟ آری. تو کیستی؟ اینجا چه میکنی؟ داستانش طولانی است. آیا بزرگ مردم کنان را میشناسی؟ آری، یعقوب نبی، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم. شنیدم او را 12 شاخه پربار و بر است. بود، ولی یک شاخه از او را بریدند. از حال یعقوب نبی خبر داری؟ شنیدم به غم هجران مبتلا شده. بیت لحظانی ساخته و از همه کناره گرفته و به زاری در غم آن شاخه بریده روزگار می‌گذراند. تو چرا گریه می‌کنی؟ بکن آن نزدان پیر دل سوخته اگر رفتی بگو. از یک جوان مهجور زندانی برای او پیام دارم. بگو زندانی گفت هرگاه درد هجران و سوز فراق تو را به نهایت رسید و دست تضرع به درگاه حضرت دوست برداشتی، در حق فرزندان دور از پدر و غریب نیز دعا کن. تو کیستی؟ از نام و نشان خود نگفتی؟ معذورم بدار، اذن گفتن ندارم. بیا این هم شطرت، دیگر از تو نمی‌پرسم. عجیب است، چقدر در پی او دویدم. اصلا عجیب نیست. در این هستی هر موجودی در پی ماموریتی روان است و به سوی هدفی می‌رود. یعنی شطور مخصوصا مرا به اینجا کشانده؟ کاروانیان منتظر من است. خدا نگهدار. خدا نگهدار. به بزرگ کنانیان بگو به جای آن شاخه بریده خدا را بنشان و صبر پیشه کن. دعا کن که او را زودتر بیابی. خدا نگهدار.
ایناروس. ایناروس. بیدار شو ایناروس. ایناروس. بیدار شو ایناروس. ایناروس. خواب می دیدی؟ آری. خواب عجیبی بود. تو چرا بیداری؟ من نیز خواب می دیدم. وقتی از خواب برخواستم متوجه تو شدم. اگر بیرون از زندان بودیم به سراغ معبران و جادوگران معبد می رفتیم. نه. اما نمی دانم اینجا کسی تعبیر می داند یا نه. یوزارسیف؟ آری. اکنون دیر وقت است. صبح. اگر یوزارسیف فردا به معدن رفت چه؟ به خاطر تلاش زندانیان در نظافت زندان کیدامن فردا را استراحت داده است. بس من میخوابم. زمان اعلام رسالت تو فرا رسیده است. از این پس به امر پروردگار تو وظیفه هدایت و تبلیغ زندانیان و مردم مصر را به یکتا پرستی بر عهده داری. بیشک در این راه خداوند یار و مددکار تو خواهد. خداوند تو را برای خود برگزیده است و به تو علم تأویل خواب ارزانی داشت و نعمتهایش را بر تو و خاندان یعقوب تمام خواهد کرد، همان گونه که بر پدرانت اسحاق و ابراهیم اتمام نعمت کرده و به آنان جایگاه امامت و ولایت عنایت فرموده. من و ایناروس دیشب خوابهای عجیبی دیدیم. تو میتوانی تعبیر کنی؟ چه خواب دیدید؟ تعریف کنید ببینم. من در خواب دیدم آب سه خوشه انگور را در پیمانه‌ای فشرده و به دست فرمان روا دادم. فرمان روایی خوفناک بود. خواب خوبی نیست. خواب خوبی نیست. خب تو چه خواب دیدی؟ من خواب دیدم سبدی از نان و غذا سبدی از نان و غذا بر سر دارم و پرندگان فرود آمده از سبد نان و غذا برداشته به بالا می روند. آره به بالا می روند. اگر تعبیری که از خواب شما کردم به زیانتان بود میپذیرید؟ میپذیریم که نمیشود. هرچه شما گفتید ما بپذیریم.
معلوم است که شما در حقیقت کلام من تردید دارید. من به شما حق میدهم، برای آنکه بدانید من تعبیر خواب میدانم و یقین بیابید که آنچه میگویم بی تردید تحقق مییابد، ابتدا شما را نشانه ای آشکار خواهم کرد، آنگاه تعبیر خوابتان را خواهم گفت. مثلا چه نشانه ای؟ مثلا میخواهید بگویم امروز برای من چه غذایی میآورند؟ ببینم یوزارسی، تو با علم سحر و جادو آشنایی؟ حاشا که من از طریق سحر و جادو علم تأویل آموخته باشم. روح من مؤید است به تأییدات آسمانی و ملهم است به الهامات ربانی. این از علومی است که پروردگارم من آموخته. منظور تو از پروردگار آمون خدای بزرگ مصر که نیست؟ مگر سنگ بی جان هم علم تأویل و حقیقت رویا می داند؟ من ملت کفر را ترک کردم و از قومی که به خداوند یکتا ایمان ندارد و به روز واپس این کافر هست اطاعت و پیروی نمی کند. غذای امروز ماهی بریان و نان گندم است با چند عدد خرما. یوزارسیف، اینجا زندان است نه مهمان سرا. زندانیان چنین غذایی را حتی در خواب هم نمی‌بینند. چنین غذایی را فقط اشراف در عشرتگاه با شراب می‌خورند، نه زندانیان زاغی را. به راستی غذایی که تو گفتی می آورند؟ غذا را آوردن، به صف شوید. غذای امروز چیست؟ اگر بگویم باور نمی کنید. ماهی بریان، نان گندم و خرما. تو از کجا فهمیدی؟ این غذا را همین الان آوردند. درست است، همان گونه که یوزارسیف گفت، غذا ماهی است. این غذا در زندان چه میکنند؟ این غذا را به سفارش بانو زلیخا آوردند. پس اینطور این کار زلیخا است. گفتم در زندان زاویرا که چنین چیزایی پیدا نمی شود. ظاهراً بانو زلیخا برای دلجویی و ترحم به زندانیان دستور تهیه این غذا را داده است. برای ترحم و دلجویی به همه زندانیان یا فقط یک زندانی؟ حالا دیگر در تعبیر خواب یوزارسیف نمیتوانیم تردید کنیم. بیشک هرچه تو بگویی همان خواهد شد. یوزارسیف، تو که نزد ما بودی، چطور فهمیدی غذای امروز ما چیست؟ آنچه را که من میدانم از جانب پروردگارم به من تعلیم شده، از نزد خود نمیگویم. تو از کدام خدا سخن میگویی؟ پیرو کدام آیینی؟ من از دین آبا و اجداد خود تبعیت می کنم، دین ابراهیم و اسحاق و یعقوب. تو از فرزندان ابراهیم هستی؟ همان که خدای یگانه را پیروی می کرد؟ همان که به مخالفت با خدایان متعدد شما قیام کرد،
همان که با کفر و شرک و اله پرستی و پرستش تندیس ها مبارزه کرد. هزاران سال است که اجداد ما الهه میپرستند و در برابر تندیس ها سجده میکنند. اگر پرستش آنها چیزی دارد؟ مجسمه‌هایی که چون موم در دست سنگ تراش نرمند و سنگ تراش به اراده آن را در هم خواهد شکست پرستیدنی تر هستند. یا خدای غالبی که مغلوب نمیگردد و سنگ و سنگ تراش مغرور قدرت او هستند. چون این خدایی واقعا پرستیدنی و دوست داشتنی است. اما از کجا بدانیم که چون این خدایی وجود دارد و دارای چون این قدرتی است؟ از آنجا که مرا برای هدایت شما فرستاد و علم تعبیل و خبر از عالم غیب را به من آموخت، آیا شما را از روزی امروزتان با خبر نکردم؟ با همین یک پیشگویی ما خدایان خود را رها کرده خدای تو را پرستش کنیم؟ به شما گفتم که علم من از نزد پروردگار عالمیان است، نه از نزد خود. اکنون مطلبی را به شما میگویم که تا کنون نگفتم. پس از پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من یکی از فرستادگان خداوند یگانه هستم. و شما را به پیروی از دین جدم ابراهیم و پرستش خدای یگانه فرا می‌خوانم. به راستی تو یکی از فرستادگان خداوندی؟ حلقه‌ای از سلسله انبیای الهی که برای هدایت بشر مبعوث شدند. پیش از من آدم و نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند و پس از من پیامبران دیگری خواهند آمد و آخرین پیامبر از سلسله انبیای ابراهیمی به نام ستوده خاتم پیامبران خواهد بود. یک پیامبر در زندان؟ زندان ملک خداست و من فرستاده خدا و شما هم بندگان او. زندان بیرون زندان چه تفاوتی داره؟ از تعبیر خواب ما چه می شود؟ مشکل شما را فراموش نکردم، نگران نباشید. منتها تعبیر خواب شما مشروط به ایمان است. ایمان به خداوندی که مرا تعبیر خواب آمد. ایمان می آوریم به آنچه تو میگویی. ایمان میآوریم. حرفی نیست، اما ما که هنوز خدای تو را نمیشناسیم. آیا آنچه را که اکنون میپرستید میشناسید؟ آیا میدانید که معبودهای شما سنگهای بی جان و بی اراده و ناتوان هستند؟ میدانید که برای پرستش این اصنام هیچ حجت و برهانی ندارید؟ حالان که معبود من خالق کل مخلوقات است و موجد کل موجودات، مالک بی شریک و بی بدیل. خب آپوپیس مینروس، پاسختن چیست؟ بالاترین دلیل بر حقانیت معبود تو قدرتی بود که امروز از پیامبرش دیدیم. من ایمان می آورم. خب آپوپیس تو چطور؟ راستش را بخواهی وقتی فکر می کنم که در تمام عمر موجودی بی اراده را می پرستیدم احساس حماقت می کنم. تردید ندارم که خدای تو بهتر از خدایان من است. پس من همچون این روز ایمان می آورم. اگرچه خدای تو دیده نمی شود، اما بهتر از خدایان ماست که ما را می بینند و به وضع ما توجهی ندارند. اگر از آمون و دیگر خدایان تپس خیلی دیده بودم تردید می کردم، اما اگر خدای تو به مهربانی توست
من او را نیز چون تو دوست خواهم داشت. من به خدایی که پیامبران را برای هدایت ما فرستاد ایمان می آورم. من نیز به خدای تو ایمان می آورم و از خدایان سنگی بیزاری می جویم. من از این پس خدایی را می پرستم که خالق من است نه مخلوق من. من نیز خداوند یکتا را می پرستم. من هم دیگر به خدایان سرد و سنگی اعتقادی ندارم. حال همه با من بگویید. به نام خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب. ما از خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می جوییم و به خداوند یکتا ایمان می آوریم. اقدامی نمی کنید جناب کدمه؟ مثلا چه اقدامی؟ او همه زندانیان را به یکتا پرستی می خواند. پس آیین نیاکان من چه می شود؟ سخت نگیر. یوزارتیف مایه آرامش زندان است و ما نیز همین را می خواهیم. آل بگذار به هر آیینی که می خواهند باشند. جناب یوزارتیف، ما ایمان آوردیم. اکنون خواب ما را تعبیر کن. به من قول داده اید تعبیر خوابتان هرچه بود بپذیرید، حتی اگر به زیانتان باشد. میپذیریم، ما بر سر عهد خود هستیم. این عروس، تعبیر خواب تو این است که سه روز دیگر به شغل پیشین خود باز میگردی و به عنوان ساقی آمون هتب عزت و جاه میابی. اما تو آپوپیس سه روز دیگر به دار مجازات آویخته خواهی شد و بر بالای آن میمانی تا پرندگان از جسدت بر بالای دار تناول کنند. ثابت شد یک پیامبر دروغین. او اصلا خوابی ندیده، تو یک رویای نادیده را تعبیر کردی. ای کاش گفته تو درست بود. متاسفانه برانچه من گفتم قلم تقدیر رفته است و بیشک رو خواهد داد. من هم تا چند لحظه پیش همچون تو گمان میکردم که تعبیر خوابم بد است، مایوس بودم. و عکس، من چه امیدوار بودم. آخر چه کاری بهتر از غذا دادن به پرندگان؟ اما فکر که میکنم ببینم یوزارتیف درست میگوید. درست است که کاهنان معبد آمون به من خیانت کرده، یاریم نکردن، اما من
من قصد کشتن آمون هوتپ را داشتم و باید مجازات شوم. مجازات شوم. مرگ. مرگ. مرگ مجازاتی بدیست. بدیست. این عروس یعنی کائنات، یعنی کائنات مرا یاری نخواهند کرد. اگر تعبیر یوزارسیف درست باشد، هرچه بیشتر به آنخماها و پادیامون فرصت بدهیم، آنها خود را بیشتر تجهیز می کنند و برخورد با آنها مشکل تر می شود. اگر قرار است برخوردی با آنها صورت گیرد، زودتر. پیشنهاد می کنم، آنخماها و کاهنان را با پادیامون و کیمونی مواجه کنیم. آنان که نمی توانند اقرار علنی آپوپیس را انکار کنند.